به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز، حضار محترم در محفل، مهمانان بسیار نازنین، هنرمندان گرانقدر، فرهنگیان بزرگ کشور ما و همه شما عزیزانی که امروز لطف کردین تشریف آوردین، خوش آمدید میگویم. عزیزان، قسمی که در جریان هستید، محفل امشب ما کاملا یک محفل خاص است. به خاطر گرامی داشت و یا تقدیر از کارگردهای استاد بزرگ استاد حفیظ الله خیال. البته برنامه کنینی ما آنقدر برابر به کارکردهای استاد نیست، اما ما خواستیم که از ایشان تقدیر بکنیم. تا وقتی که شکر حیات هستند، در پهلوی ما هستند، همیشه ازشان سپاس بکنیم که خداوند هیچ وقت اونا را کم نکند. عزیزان بیننده، حضار محترم، حال در این بخش از برنامه نگاه کوتاهی داریم به زندگی نامه استاد بزرگ استاد حفیظ الله خیال. استاد حفیظ الله خیال، هنرمند پرآوازه کشور که عمر پرثمری را در خدمت شکوفایی هنر موسیقی افغانستان من حیث یک آهنگساز مبتکر و مربی مجرب سپری نموده، در سال 1931 میلادی در شهر کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و عالی خود را در لیسه استقلال به پایان رسانید و در سال 1949 به حیث معلم در لیسه استقلال به کار آغاز کرد. آغاز کار هنری استاد حفیظ الله خیال من حیث یک آوازخوان جوان از سال 1949 شروع می شود. در این آوان بود که نخستین آهنگ های او از طریق امواج رادیو کابل به گوش شیفتگان هنر رسید و مورد توجه شنوندگان زیادی قرار گرفت. خیال از همان آغاز یک هنرمند مبتکر بود و به ساختن آهنگ های تازه که از استعداد خاص هنریش تراوش می یافت می پرداخت. از سال 1953 به بعد کار آهنگسازی و ترتیب و تنظیم پارچه های زیبای موسیقی را شروع کرده و آفریده های ناب هنری خود را با کمال عشق و مسلکش سخاوتمندانه در اختیار آوازخوانان دیگر گذاشت. در همین وقت بود که استاد خیال نخست به حیث معاون مدیریت موسیقی و سپس به سمت مدیر موسیقی رادیو کابل وقت اشغال وظیفه نمود. وظایف رسمی استاد خیال در طی این سالها و دوره‌های مابعدی ریاست عمومی موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، معاون ریاست کلتور، معاون افغان‌ننداری، مدیر عمومی بورد مسلکی، کفیل ریاست ثقافت و هنر و رئیس دپارتمنت موسیقی وزارت اطلاعات و کلتور به اساس استعداد هنری و لیاقت علمی و مسلکیش بوده است. اما در سال 1979، در اولین سالگرد هفتم ثور، نظر به فیصله حکومت وقت و تغییرات سیاسی که در افغانستان پدید آمد، از ایفای وظایف رسمی سبکدوش شد. استاد در عوض به تأسیس کورس‌های موسیقی شخصی پرداخت و در حدود 200 شاگرد را در رشته‌های مختلف موسیقی آموزش داد. این کورس‌ها تا سال 1988، یعنی سال برون شدن او از افغانستان، دوام داشت و هنرآموزان زیادی از دانش و تجارب این هنرمند بزرگ در ساحه موسیقی بهره بردند. همچنان در سال 1980 اساسات هنر موسیقی را در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تدریس نمود. او هنرمند مبتکر، مستعد و پرکاری شمرده می شود که در گرد همایی های زیاد بین المللی شرکت داشته است. از جمله می توان از سهم فعال و ارزنده وی در سمینار تئاتر موزیکال یونسکو در یونیورسیتی چندیگر هند و اخذ مقام بهترین آهنگساز در ترتیب موسیقی درامه مرزا صاحبان در سال 1976 و اشتراک در گردهمایی جهانی موسیقی دانان بین المللی در توکیو به دعوت یونسکو در سال 1977 یاد کرد. در این ارتباط باید گفت که 6 کمپوز استاد خیال در کتاب‌های آموزشی کشورهای آسیایی برای تدریس هنر آهنگسازی انتخاب شد
و از آن پس این هنرمند بزرگ افغانستان به حیث عضو دائمی ISME International Society for Music Education یعنی انجمن جهانی تدریس موسیقی پذیرفته شد. اما اشتراک استاد خیال در محافل موسیقی دانان بین المللی به همین خلاصه نمی شود. او در سمینارهای زیادی به نمایندگی از کشورش سهم فعال و ارزنده‌ای داشته که از جمله شرکت وی در سمینار موسیقی دانان کشورهای آسیا در وارسا در سال 1980 و گرد همایی کارشناسان موسیقی در کوریای شمالی در سال 1983 نمایانگر فعالیت‌های گسترده هنری اوست. به همین ترتیب استاد خیال من حیث یک هنرمند مطرح افغانستان به کشورهای زیادی سفرهای هنری داشته است که در این ارتباط می توان از دیدارهای وی با هنرمندان کشورهای هند، پاکستان، ایران، تمام جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق، چین، بلغاریا، چکسلواکیا، پولند، فرانسه، انگلستان، عراق و لبنان به حیث رهبر هیئت هنرمندان افغانستان یادآور شد. استاد خیال در طول عمر پربار خیش آهنگ‌های زیادی ساخته که از آن جمله در حدود 1000 آهنگ در آرشیو رادیو تلویزیون ملی افغانستان و آلبوم‌های موسیقی کشورهای دیگر ثبت است. ترتیب موزیک و ساختن آهنگ‌های فیلم رابعه بلخی و همچنان کمپوز آهنگ‌های فیلم کابلی والا با همکاری پندت راوی شنکر هنرمند بزرگ هند از کارهای ماندگار دیگر استاد خیال است. استاد خیال اساسات هنر کلاسیک شرقی را از استاد سلامت علی خان فرا گرفت و مطالعه و بازدید از کانون‌های هنری و تئاتر انگلستان را در دهه 60 زمینه آشنایی بیشتر با قوانین هنر غربی فراهم آورد. به همین گونه سپری نمودن مدتی در بیروت و دیدار با صبری شریف، پردو دیفسر و استاد بزرگ موسیقی عربی بر تجاربش افزود که ارمغان آن پرورش و آموزش شاگردان بیشتری در میهنش بود. از جمله هنرمندان و آوازخوانان مطرح و معروفی که به اصطلاح خراباتیان در نزد استاد خیال گر مانده اند و رموز و کوایف هنر موسیقی را از او فرا گرفتند، می توان از استاد مهوش، خانم جیلا، خانم پرستو، خانم ناهید، شادروان رحیم مهریار، رحیم غفاری، محبوب الله محبوب، وکیل رؤوف، عبدالخالق عزیز و شاولی سراینده پشتوخان که به مقام استادی رسید نام برد. طوری که گفته هنرمندان زیادی آهنگهای استاد خیال را سراییدند که بزرگترین آنها استاد سراهنگ بابای موسیقی افغانستان کامپوزیشن معروف استاد خیال با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد را پسندید و با آواز استادانش سرود. با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد به همین ترتیب استاد چیدا آهنگ یار دمی بشنو این ناله و افغان من، استاد رحیم بخش آهنگ دیشب که تو از مهر به بام آمده بودی، استاد یعقوب قاسمی او کب که دری بیا به پهلویم، احمد ظاهر فقید از غمت ای نازنین و آهنگ اگر به من یار شوی، تو گر به من یار شوی تو گر به من یار شوی با کس نمیگم با کس نمیگم با کس نمیگم، دل برا دل داشت شوی دل برا دل داشت شوی با کس نمیگم با کس نمیگم با کس نمیگم. خانم هنگامه آهنگ زیبای بروید ای حریفان بکشید یار ما را، بروید ای حریفان بکشید یار ما را، بروید ای حریفان بکشید یار ما را، با من آورید یک دم سنمی استاد الطاف حسین
بیا که عشق تو افروخته چراغ دلم، از ساخته های ماندگار استاد خیال را با آوازهای گیرای خود سرودند. آفریده های هنری استاد خیال بخش عمده از فرهنگ مردم و هنر معاصر افغانستان را بازگو می کند که از آن جمله 10 آهنگ با صدای گیرای شادروان استاد هماهنگ گوشها را نوازش داد و استاد شریف غزل با سرودن آهنگ بعد عمری زندگانی حال پرسی کیستم بر جاودانگی ساخته های ناب استاد خیال افزود. سرایندگان پرآوازه کشورهای همجوار نیز آهنگهای استاد خیال را با آوازهای گیرای خود سرودند که از آن جمله می توان از محمد رفیع، آوازخوان معروف هند، استاد مهدی حسن، خانم فریده و اقبال بانو از پاکستان و خانم سپیده و فرامرز آصف از کشور همجوار ایران یاد کرد. و این است نظر گذرایی بر زندگی نامه پرثمر استاد حفیظ الله خیال، هنرمندی که برای بیش از 6 دهه در خدمت هنر مردمش بوده و برای سرزمینش افتخار آفریده است. عمرش دراز باد که او از زمره سرمایه های ملی کشور عزیز افغانستان است. با نام خدا واقعا آدم زودتر از کدام کار کرده بزرگ اینا یاد کنه. بازم با افتخارشان لطف کنین کف بزنین، واقعا افتخار ما هستن. عزیزان بیننده، هزار گرامی، شما بیننده زندگی نامه استاد حفیظ الله خیال بودید. ما در برنامه کنونی، البته گرامی داشت از استاد خیال، مهمانان از کالیفرنیا، کانادا و از جای مختلف، از نیویورک و از مناطق و یا شهرهایی که در حومه واشنگتن قرار داره در برنامه خود داریم. همه تان باز هم خوش آمدید. بیننده های عزیز، حال از استاد حامد نوید دعوت میکنیم تا روی استیج آمده و پارچه شعر را که در وصف استاد سرودن بر شما تقدیم نماید. به حضور همه سلام دارم، به خصوص به حضور استاد بزرگوار جناب خیال صاحب که عمری است بر وطن ما افتخار آفریدن، ایجاد کردن، خلق کردن، شاگرد تربیه کردن، هنر آفریدن. در جهانی که مردم همه چیز تخریب میکنه، کسی که میسازه او از جمله کسایی است که باید قدر شوه. و استاد ما آهنگ خلق کردن، احساس آفریدن بر وطن خود، بر هموطن خود. من بسیار امروز به خود می بالم. البته تمام کسایی که اینجا هستن هموطنهای ما هستن و فرد فردشان گرامی است، عزیز است، اما میمانایی که آمدن از راه دور، استاد مهوش بزرگ، خانم هنگامه، ولید سرور، پسر آقای خیال، فیصل خیال، اینا از جمله میمانای ما هستن. آقای راغب، هنرمند بسیار خوب و انسان بسیار گرامی که همه شب ما میشنویم برنامه‌هایشان و لذت میبریم، و دوست عزیزم جمال معصومی، آهنگساز بسیار خوب افغانستان، بسیار نبسین نوازنده بزرگ هستن. اما همیشه میخواییم که با گفتی امریکا لو پروفایل داشته باشن. آقای ولی اشباری که یک عمر در خدمت هنرمندهای افغانستان بوده، آوازهایشان را ثبت کرده، و تمام شما که اینجا هستین، آقای زکریای ثانی،
دوست بسیار عزیز ما، آوازخوان بسیار خوب، بسیار مبتکر هستند، آقای عمر جلالی اینجا هستند. از بس هنرمند زیاد است، حالا من اگر نام کسی یادم رفت، بزرگوار شما مرا ببخشین، عفو میخوام. در مورد زندگی نامه استاد خیال ما یک ویدیوی بسیار مفصل دیدیم و زیادتر من در اون مورد گپ نمیزنم، فقط یک خاطره کوچکی را که در خانه ما واقع شد تقریبا 10-15 سال پیش. خانم سیمین بهانی شاعره بسیار مشهور ایران همراه چند نفر از ادبای ایران در خانه ما مهمان بودند و ما افتخار از زیر داشتیم که استاد بزرگوارم به خانه ما بیاین. اونجا یکی از دوستا خواهش کرد که خانم سیمین بهبهانی یکی از شعرهای خود بتن بر استاد که کمپوز کنن. با اون شعر داد که زچه جوهر آفریدند دل داغدار ما را، که هزار لاله پوشد پس از این مزار ما را. استاد تقریبا بدون مبالغه کمتر از یک دقیقه همین شعر را دیدن و این شعر را با دو آهنگ خواندن، فل بدیه کمپوز کردن و اقدر این شعر گیرا بود و کمپوزا گیرا بود که خانم بهبهانی استاده شد و بر استاد کف زد. گفت من وقتی که یک شعر من بر یک آهنگساز در ایران میدم تقریبا یک و نیم ماه میگیره که یک آهنگ برابر دل من بسازه و یه عجوبه موسیقی از کجا شد. وقتی ما افتخار میکنیم که هموطن نشستیم، همونطور که افتخار میکنیم که هموطن آقای ولید سرود هستیم، آقای ولید که چقدر زیبا میخوانن و این بسیار دوست عزیز و گرامی ماست. ما ببخشین که یکان دفعه حافظه آدم خراب میشه، یکان کس یاد آدم میره. دیگه زیاد پر حرفی نمی کنم. ترایبجان راستی یک ابتکار بسیار خوب کرد، جناب لطفی و پرزندان هنرمند و هنرپرورشان این فرصت هم مساعد ساختن که از یک لجند موسیقی افغانستان ما قدردانی کنیم و یک روز خود برسه که باید از استاد محفش هم قدردانی به عمل بیایم. من البته در او حد نیستم که تصمیم بگیرم برای دیگران، اما پیشنهاد میکنم. تقدیم با استاد خیال، آهنگساز بزرگ و گرانمایه کشور، با پاس خدمات ارزشمند و پرثمرشان در رشد و شکوفایی موسیقی معاصر افغانستان. تو ای که در نفس نای عشق جای تو است، تو ای که در نفس نای عشق جای تو است، خیال صد غزل ناب در صدای تو است. خیال صد غزل ناب در صدای تو است، سروده که در آن شعر ناب می جوشد، چه پرفروغ ز آهنگ جانفزای تو است. بیا و نغمه سر کن به بزم دل امشب، که صوت چنگ و دف و نای هم نوای تو است. خیال نقش رخ یار و خنده های جام، پر از ترانه آهنگ جانفزای تو است. ز سوز عشق چه آوا کشی به بزم بهار، هزار بلبل شوریده در هوای تو است. تو ای که در نفس نای عشق جای تو است، خیال صد غزل ناب در صدای تو است. خروش بلبل شیراز و توتیان هند،
نهفته در نفس نغز نغمه های تو است. تو اندلیب غزلخوان خاک افغانی، تو اندلیب غزلخوان خاک افغانی که سوز و ساز غمش ناله رسای تو است. همه به یاد وطن وصف تو کنم امشب، چو گرد گرد سر کوش آشنای تو است. بیاز کابل زیبا بگویمت که هنوز، بیاز کابل زیبا بگویمت که هنوز با کوچه های خرابات نقش پای تو است. بیاز کابل زیبا بگویمت که هنوز با کوچه های خرابات نقش پای تو است. بیا که میکده ها غرق در خیال توست، بمون که شهر سخن مست سوز نای تو است. تو ای که در نفس نای عشق جای تو است. با سپاس به پایان از استاد حامد نوید که شعر پرمعنی را به وصف استاد خیال سرودن، بازم با افتخارشان کف بزنید، واقعا بسیار زیبا سروده بودن. عزیزان بیننده تلویزیون توتی، شما همی‌اکنون برنامه گرامی داشت از استاد حفیظ الله خیال را از استودیوی ترای ویژن میبینید. حضار محترم، قسمی که پیشتر گفتم مهمانان بسیار عزیزی را از جاهای مختلف دعوت کرده بودیم که از او جمله البته خانم پرستوی نازنین مشعل ترنم افغانستان همچنان دعوت شده بودند و هنرمند گرامی ما آقای نجیم نوابی نیز در جمله مهمانان دعوت شده ما بودند، اما متاسفانه به دلایل مختلف نتوانستند که امشب در بین ما حضور داشته باشند تا مثل هنرمندان دیگر که اینجا هستند و محفل ما را رنگین و زیباتر ساختند. اما اونا هم خواستند که پیام بر شما داشته باشند. نگاهی می داشته باشیم به ویدیوهایی که اونا برای ما فرستادند. هموطنان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. در هر گوشه دنیا هستید، امیدوار هستم صحتمند باشید. از تلویزیون توتی سپاسگزار هستم که برنامه بزرگ را هشت گذاری به مقام استاد بزرگوار حفان محترم استاد خیال برنامه را تجلیل میکنن و بنده را نیز موقع دادن تا عرفای دلم را از شناخت بیشتر از 40 سالم که شاگرد این هنرمند نام دارستم در مواد استاد خیال بگویم. ولی خود را خیلی ناتوان احساس می کنم. آن چیزی که لایق استاد بزرگوار محترم استاد خیال هنرمند چنگودی حفان است شاید بیان کرده نتوانم. استاد از ستایش ها بالاتر است. این هنرمند نامدار سالیان دراز را برای خدمت در موسیقی افغانستان عمرش را سپری نموده است و تا امکنون هم برای جوانان، نوجوانان، هنرمندان سابقه دار آهنگای زیبا می سازد و این آهنگا باعث شهرت و محبوبیت هنرمندان می شود. استاد بزرگوار محترم استاد خیال شاگردان زیاد را به جامعه افغانی تحویل داده است. هر آهنگی که استاد یا هر کمپوزر را که استاد برای هنرمند تهیه نموده است، آن هنرمند به پله‌های شهرت و محبوبیت رسیده است. نمونه از آهنگای خودم را برایتان میگویم. خیلی کوتاه چند آهنگم را. او یک شب بارانی آمد به خانه من، جست و تازنده ام ای جان نشوم یار کسی، کی میگه عشق پندگار است. آهنگای خیلی زیبا خواندم. مرا کردی پریشان در بگیری، مدی بیوده آزارم گمش کو، زندگی یک رای دور است. این آهنگا مرا به شهرت و محبوبیت رسانید و تا امکنون در خدمت شما هستم. استاد بزرگوار
بیرون از افغانستان نیز از شهرت زیاد برخوردار است. تاجکستان، ایران، هندوستان، همه این ممالک استاد خیال را میشناسند و به نام بزرگش آشنایی دارند. استاد بزرگوار را تا این سالیان دراز که میشناسند با این همه عظمت و قدرت اونایی که خداوند به وی داده است، درویش و خیلی فروتن است. استاد از غیبت و بدگویی را اصلا دوست ندارد. همیشه وقت دستانش با هرمونه می باشد و می نوازد، هش دوستی، پیوند، محبت، صداقت را خیلی استاد دوست دارد. از امین و من از این سالیانه که از درسخانه بزرگ و پرمحتوای استاد آموخته هم، دوست دارم که شاگرد همچون شخصیت بزرگ بودم و هستم. هموطنان عزیز، در مورد استاد خیال، این هنرمند چند بودی هر قدر بیان کنم کم گفتم. یادم از در کنسرت در تاجکستان که با یک تیم هنری برای اجرای کنسرت رفته بودیم، وقتی که استاد خیال بزرگ از استیج پایین شد، همه هنرمندان تاجکستان دور استاد را حلقه زدند. کسی دستش را به شانهش می گذاشت، کسی استاد را می بوسید، کسی دست استاد را می بوسید. راستی برای من خیلی جالب بود که استاد خود را با این قدردانی می دیدم. شخصی از بین این هنرمندان صدا زد که استاد بزرگوار خیال صاحب، ما موسیقی افغانستان را برای شما می شناسیم. اون زمان استاد آهنگ از غمت ای نازنین، عزم سفر کردم را خوانده بود و بعد از آن فکر میکنم کدام هنرمند دیگه هم خوانده بود. شاید هم احمد زارجان خوانده بود و این کمپوز استاد خیلی مورد علاقه در تاجکستان مورد علاقه واقع شده بود. من استاد را آنقدر دوست دارم، احساس میکنم که پدر بزرگوار من است و برای هر هنرمندی که استاد بزرگوار آهنگ تایید دیده، من واقعا میدونم که از تایید این آهنگ را تایید دیده است. هموطنان عزیز، استاد خیال هنرمند تکرار ناشدنی افغان است، هنرمند بی همتا است، هنرمند است که آرشیف و تلویزیون رادیو و تلویزیون افغانستان از هنر این هنرمند دیگر لبریز شده است. کسی را نمیشناسم که از استاد خیال کامپوز نگرفته باشد و نگفته باشد که چی آهنگ زیبا وقتی که خواند و مردم بر مکف زد. این را من از همه هنرمندان افغان شنیدم و دیدنم. یک بار دیگر از تلویزیون توتی سپاسگزار هستم. قدردانی که از این هنرمند کرده هند، واقعا هنرمندان باید در زندگی تقدیر شوند، مخصوصا هنرمندانی که عمر خود در ایران به پایان رسانیدن. سپاسگزار هستم دستان استاد عزیز و بزرگوارم را که بیش از 40 سال شاگرد این استاد بزرگوار هستم، میبوسم. از خداوند برایش صحتمندی و توانایی آرزو میکنم و هموطنان عزیز، برای شما نیز سعادت میخواهم. شب شما خوش، عمر شما دراز و همیشه شاد و خرم و مسرور باشید. پرستو. سلام، احترامات قلبی خود را خدمت هنردوستان، علاقمندان و بیننده های تلویزیون توتی تقدیم می دارم. امید است که همه جور و صحت و سلامت باشین و هر جای که هستین. خواستم صحبت کوتاهی داشته باشم درباره کارکردهای استاد بزرگ و معزز جناب خیال صاحب، که ایشان حلم موسیقی را نزد استادان بزرگ پاکستان، استاد سلامت علی خان صاحب و استاد نزاکت علی خان صاحب فرا گرفتن و با خود جایگاه بلندی در موسیقی افغانستان اختیار کردند. عظمت و کارهای هنریشان با چند جمله کوتاه تمام نمیشه، بلکه کتابها را باید نوشت و استاد خیال یکی از افتخارات بزرگ موسیقی افغانستان ما و شماست و به قلب هزارها افغان، میلیونها افغان جای دارند و به قلب خودم که خودم قلبا زیاد دوستشان دارم و احترامشان دارم. غزلهای اینا با اشعار زیبا، آهنگای محلی و فولکلور با زیبایی خاص کمپوز کردن و برای هنرمندان بزرگ افغانی، تاجیکی، پاکستانی و هندی تحفه دادن و
ما خودم منعیسه یک آوازخوان و دوستدار هنرشان زحمات و کارهای نهایت بزرگشان را در عرصه موسیقی افغانستان عزیز تقدیر نموده، از خداوند بزرگ صحت سلامتی و طول عمر برایشان آرزو دارم. تشکر. خب مهمانان عزیز، دوستان گرامی، البته واقعا جای افتخار است وقتی که یک کسی با همچنین استاد بزرگ کار میکنن در برنامه‌های مختلف میباشن. من خوشبختانه از این جمله کسایی هستم که در افغانستان زمانی که استاد دعوت شده بودن در یکی از رسانه افتخار همکاری را با ایشان داشتم. البته نه تنها اونا، مهمانان دیگری که در اینجا هستن، استاد معوش گرانقدر، خانم انگامه نازنین که واقعا بسیار زیاد همشان جای افتخار هستن، البته ولی جان سرود که یکی از جوانایی است که پسان روی استیج ببینینش، نام خدا He's gonna rock. عزیزان بیننده، حال رسیدیم در بخشی که هنرمندان نازنین بر شما هنرنمایی بکنن. در آغاز دعوت میکنم از نوازندای گرانقدر، البته معروف جان شریف، کسی که در بخش کیبورد امشب همه ما شما را همراهی میکنم. جوان با استعداد، هنرمند بسیار نازنین که از شخصیت والای برخوردار است. هنرمند دیگری که در بخش طبله با پنجه‌های طلایی خود امشب بر شما هنرنمایی میکنن، سلیمان جان عزیزی است. اینا هم نام خدا کم از معروف جان نیستن، شخصیت، کارکرده، هنرشان واقعا افتخار است. عزیزان بیننده تلویزیون توتی، شما بیننده برنامه گرامی داشت از استاد خیال از استودیو ترایویژن هستید. حال از پسر استاد، کسی که رای استاد را تعقیب میکنن و آرزو داریم که برابر استاد بتوانند در دنیای موسیقی هنرنمایی کنند، دستاوردهای داشته باشند، دعوت میکنیم که روی استیج بیا. فیصل جان خیال، با افتخارشان کف بزنید تا بر شما آهنگای زیبایی را تقدیم کنید. از گستاخی که من میخوام بکنم از همه بزرگا معذرت میخوام، چرا که بزرگای هنر موسیقی افغانستان در اینجا وجود دارن و گستاخی ما را ببخشن. و تشکر بسیار زیاد از تلویزیون توتی ترایویژن، آقای ارسلان لطفی و همه همکارانشان و همچنان از آقای ویجان افضلی که این برنامه را به اسلام و ایدیایش از اینا بود به اسلام، و از همگی تشکر میکنم. اگر چیزی میخوانم، همه چیزهایی اگر خوب میشنوین، همه چیزها از بابیم است، و اگر چیزهایی که به گوشتان خوش نمیخوره، شاید از هوشبرکی خودم بوده، ما را ببخشید. گر تو یارم نشوی، گر تو یارم نشوی، ای گل رویا چی کنم، ای گل رویا چی کنم، گر تو یارم نشوی، گر تو یارم نشوی، ای گل رویا چی کنم، ای گل رویا چی کنم، گر بدادم نرسی، گر بدادم نرسی، با دل رسوا چی کنم، با دل رسوا چی کنم، گر بدادم نرسی، گر بدادم نرسی، با دل رسوا چی کنم، موسیقی
وقتی آب تو کنون یک وطن ها ماندم چی کنم به تو کنون چی کنم به تو کنون یک وطن ها چی کنم یک وطن ها چی کنم گرچه یارم نشوی گر تو یارم نشوی با دل رسوا چی کنم فرزند هنر باش نه فرزند پدر فرزند هنر زنده کند نام پدر با افتخار فیصل جان خیام عزیزان بیننده مهمانان نازنین هنرمندان گرامی حال در این بخش از برنامه از هنرمند دوست داشتنی پرتوانا آقای زکریا سرحد ثانی دعوت میکنیم تا روی استیج آمده و بر شما آهنگای زیبا را تقدیم کند با افتخارشان کف بزنید دوستان نهایت عزیز خدمت همه شما سلام عرض میکنم امیدوار هستم صحت سلامت و به حفظ و پناه خداوند باشین بهترین و صمیمانه‌ترین احترامات و سلام های خدا با استاد گرامی استاد خیال تقدیم میکنم لطفا به افتخارشان کف بزنید از کارکنان و مسئولین تریویژن و تلویزیون توتی سپاس دارم که این فضا را ابتکار کردن و بالاخره ساختن و از ارسلان عزیز یک دنیا تشکر که من را دعوت کردن که در این محفل بیایم و جز شما و در جمع شما باشم تشکر از شما یکی دو آهنگ برای شما دارم امید است که خسته نسازنم به افتخار استاد گرامی استاد خیال
تو جان منی دیگر چی خواهی؟ جانان منی دیگر چی خواهی؟ جانان منی دیگر چی خواهی؟ در آبروخ رقیب بستم، در آبروخ رقیب بستم، در آبروخ رقیب بستم، مهمان منی دیگر چی خواهی؟ او تو جان منی دیگر چی خواهی؟ کافر نشوم اگر بگویم، کافر نشوم اگر بگویم، قرآن منی دیگر چی خواهی؟ او تو جان منی دیگر چی خواهی؟ آهنگی که خدمتتان تقدیم میکنم آهنگ است. قبل از اینکه من آهنگ معرفی کنم، در جای خود شوشته بودم، پیشتر ویدئویی که از استاد ماندن شنیدم، خدا را شکر کردم که در طول زندگیم من یک قدم دیگر پیش رفتم و اوی بود که شناختم خدا که بازم من چقدر خرد هستم. آهنگ را که میخوانم از کارهای چند سال پیش ماست و افتخار لیریکس و شیرش زوست و بسیار عزیز محترم حامد نوید است که اینجا تشریف دارد. تا نای دل سرایت آهنگ
شب شیراز دارم با آهنگی که میخوانم فیلن براتان که آهنگ آخر امشب من است و تشکر از لطفتان که گوش میکنین آهنگ است البته کمپوزش خوانده شده فیلمی هندی است تصنیف آهنگ دوست بسیار عزیزم اسد جان بدی نوشت سالهای بسیار پیش و گفت که بچه خاله قصه زندگی تو بانشته کردیم و در قسمت آخرش که شعر دکلمه می کنم از مسعود فردمنش است
شب درد مرا درمان نو، غم عشق مرا دیدار یار، چقدر دیدم برام، چقدر دیدم برام، شود آیا کسی آیه، شود آیا کسی آیه، شود آیا کسی آید مکان. چی کنم که گل سنگم، چی کنم که گل سنگم، از عشق تو از قافل من جا ماندم، از عشق تو از قافل من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله نبود سر تا سر دشت، فردا چو رسید قافله نبود سر تا سر دشت، فردای دگر قافله پر بود و گذشت، قافله پر بود و گذشت، قافله پر بود و دیگه. ممنون، تشکر از اصلیتان، از معروف عزیز تشکر، از سلیمان قند تشکر و از توتی تلویزیون و ترایویژن و از مسئولینشان، از همگی تشکر که بازم افتخار داد که امشب در جمع شما باشم و در طول عمرم بتانم که بازم احترام به استاد خیال کنم. شب همه شما خوب. تشکر فراوان از هنرمند بسیار عزیز زکریا سرحد ثانی. بازم به افتخارشان کف بزنین، واقعا آهنگای خوبی را با ما شما تقدیم کردن. عزیزان بیننده و حضار گرامی، مهمانان بسیار عزیز، حال در این بخش از برنامه یکی از دوستای بسیار عزیزم، یکی از کسایی که واقعا همیشه طبع خوش داره، پر از شوخی و سرشار است، هنرمند بسیار نازنین است با سبک خاص و فوق‌العاده خودش، به نام الویس افغانستان هم می‌شناسنش. مهمانان عزیز، لطفاً کف بزنین به افتخار ولی جان سرور، بر شما آهنگای بسیار عزیز را تقدیم می‌کنم. دکترم اول، سلام خدمت تمام شما نازنین ها عرض می‌دارم. انشالله که سهر سلامت باشین. این شب پر افتخار نصیب ما شده. در یک شب پر افتخار دیگه هم اشتراک کرده بودم در شهر سان فرانسیسکو بود که اونا هم بود استاد محوشه
50 سالگری عروسیشان. فکر میکنم استاد گرامی با فاروق جان ناظرین بسیار شب پرخاطره بود و ای دومین شب است که راستی من حدث بذارم که بود کدام نکبخت پیش پایش باندیم که این نصیب من شده امشب آمدن مده ایجا و بسیار خود خوشبخت است بکنم از سمیر جان رسولی همکار بسیار عزیزم I love you so much تشکر میکنم از مسئولین تو تی تلویزیون ترای ویژن استودیوز امروز ما را سلیمان جان از میدان هوایی گرفت ما و هنگام جان آنقدر ما با اینا هونس گرفتم آنقدر اگه سال شریف هر سلان جان یک طرف میگذاریم کامران جان یک طرف میگذاریم امشب پدر و مادرشان را دیدیم و راستی افتخار به این پدر و مادر که همتو فرزندان تقدیم جامعه کردم استاد خیال سرمایه ملی کشور ماست I love you استاد قند پدر مرحومم دوست استاد بدم خانقا سرور مادرم بسیار سلامای گرمه برای شما روان کرده از طریق من البته استاد قند دستایتان از دور میبوسم دیگه در این جمع هنرمندهای که امشب هستن با بسیار خود کم حس میکنم ولی I'll do my best اولین آهنگی که خدمت حضور شما تقدیم میکنم به خاطر اینکه I love you داره استاد هم I love you آبوری برای شما میخوانم دیگر ناظرین ها که من که چک چک کنیم میروی جان ناظرین میروی سیدانی دوست عزیز دیگر است مشفق جان سلام همین آهنگ بگیریم از کی ای ماینر اگر سراغ ذره بلند میره ببخشید मैं तुमसे प्यार करता हूँ By English I love you Starting again بدری گفتم ادیارم تو را من دوست میدارم تو یار نازنین من تو دوست بهترین من تو عشق اولین و هم تو عشق آخرین من دازنی را چک چک کنیم زست از درمی میں تم سے پیار کرتا ہوں بدری گفتم استاد خیال جان تو را من دوست میدارم تو یار نازنین من تو دوست بهترین من تو عشق اولین و تو عشق آخرین من تو یار نازنین دل خواهی ببینی اما عشقان من یاد تو دارم
پس دری گفتم ات یارم همه با یک صدا بگیم تو را من دوست می دارم تو یار نازنین من تو دوست بهترین من تو عشق اولین و تو عشق آخرین من تو یار نازنین من تو دوست بهترین من تو عشق اولین و تو عشق آخرین من کجای عاشق بیچاره من کجای من بگه عشق نهانی کجای بلبل به لانه من چمن زاره هم به دوست خالی کجای عاشق بیچاره جای من بگه عشق نهاری کجایی بلبل به لانه من چمن زاره دلم بی تو هبا باید صدا بگه زستا سرمی نالرم میں تم سے پیار کرتا ہوں مدری گفتم ادیارم اجازه استاد نازنین از غمت ای نازنین از به سفر میکنم قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم قبله خود بعد از این سوی دگر می کنم از غمت ای نازنین عزم سفر می کنم از غمت ای نازنین عزم سفر می کنم قبلای خود بعد از این سوی دیگر میکنم قبلای خود بعد از این سوی دیگر میکنم آبارو حالا شک شک داغ جفایت بخش هجر و وصال تو را خاک بر سر می کنم هجر و وصال تو را خاک بر سر می کنم از غمت ای نازنین
عزم سفر میکنم ابتدای خود بعد از این سوی دیگر میکنم ابتدای خود بعد از این سوی دیگر در همه جا از غمت بلبل سر می کنم از غمت ای نازنی حسب سفر می کنم قبلای خواب بعد از این سوی دیگر می کنم قبلای خواب بعد از این سوی دیگر می کنم قبلای خواب بعد از سوی دیگر می کنم. قربان شما من جهان مبود قابلی آدم ریست استاد گرامی استاد حمد نویی I love you so much استاد گرامی تشکر میکنم. یک جهان ممنون از شما از بینی دخواهید. میگن صدا تا صداست با زین صدا نام خواهد. ما حالا منتظر بودم که سپیکرها چپه میشه حالا چپه میشه نام خدا نام خواهد. بازم با افتخاره ولی جان سرور کف بزنیم. به به خیف کردیم واقعا بسیار زیباست رودم. عزیزان بیننده، مهمانان عزیز، هنرمندان نازنین، سپاس به پایان از اینکه تاییدم با ما هستین و یک بار دیگر بازم همه تان را خوش آمدید میگم به محفل گرامی داشت از هنرمند ورزیده کشور استاد حفیظ الله خیال. در این بخش از برنامه ها دعوت میکنم یکی از گرداننده های موفق، هنرمند بسیار نازنین، یکی از کسایی که واقعا شخصیت برجسته دارن، افتخار ما هستن. همیشه هر باری که با ایشان در ای اواخر صحبت میکنم حس میکنم که واقعا از قلب صحبت میکنم. لطفا به افتخار آقای خلیل راغب کف بزنیم. سلام میرسانم خدمت حاضرین گرامی و همچنان بیننده های گرامی توتی تیوی و تشکر میکنم از گرداننده های بسیار موفق ترای ویژن و توتی تیوی که همچنین شب بسیار زیباره و بزرگ داشته. یکی از بزرگان موسیقی افغانستان، یکی از گنجینه های هنر افغانستان که هنرشان تا که افغانستان افغانستان است ماندگار و ثابت است، استاد خیال. و تشکر میکنم. آیدی های بسیار نیک و زیباست که هنرمندان در زمان حیاتشان باید تقدیر شوند، اما تو شبای در زمانی که حیات دارن برشان درست شود. برای از اینکه ما متاسفانه همیشه وقتی که هنرمند ما از پیش ما میره ازش یک بود درست میکنیم، باید در همه تو شبای ازشان تقدیر شود. ما فقط یک آهنگ، یکی از آهنگای خودشانه که خواندن میخوایم امور را بخوانم به اجازه شما. و بسیار تشکر میکنم از دوستای ترای ویژن. و ناگفته نمانه که دو نوازنده که امشب می نوازند واقعا آدم فکر میکنه یک سی دی را میشنوه. تا بال تمام آهنگایی که پخش شد من احساس میکردم که یک سی دی ثبت شده استودیو را میشنوم. معروف جان شریف که بسیار جوان نازنین ولی بسیار با شخصیت و با تربیت، سلیمان جان عزیزی دوست بسیار عزیز نازنین
اولین بار است که ممرایشان مثل که میکد مارو جان مثل که یک دفعه خواندیم یک آهنگ بسیار زیبای استاد خیال بر شما ما میخوانیم. استاد خیال یه آهنگ در یکی از سیدی های خود ثبت کردن، البته بند دوم شعرش از استاد کوزاد است. ما ازشان اجازه گرفتیم که آهنگ خواندیم و با ما اجازه دادن. اگه بی وفا شوی رفیق نیمه را شوی، با کسی آشنا شوی میمیرم. اگه مرا جا بگذاری روی دلم پا بگذاری، بری تک و تنهایم بگذاری میمیرم. اگه بی وفا شوی رفیق نیمه را شوی، با کسی آشنا شوی میمیرم. اگه مرا جا بگذاری روی دلم پا بگذاری، بوری تک و تنهایم بگذاری میمیرم. تو مرا خار نکن، زار و بیمار نکن، عاشق دیوانه ده این همه آزار نکن. گله بسیار نکن، روز مطار نکن، جمله میخوام برم رو دیگه تکرار نکن. اگه بی وفا شوی رفیق نیمه را شوی، با کسی آشنا شوی میمیرم میمیرم میدانه پس پرده چی رازه داره. سر زلف تو هوس داره که دست بکشه، دست کوتاه من امید درازه داره. با تو در پرده دلم راز و نیازی داره، کس نمیدانه پس پرده چی رازه داره. سر زلف تو هوس داره که دست بکشه، دست کوتاه منو میده درازه دارم. اگه بی وفا شوی رفیق نیمه را شوی، با کسی آشنا شوی میمیرم میمیرم میمیرم. دگر باده با ساغر نکنم، لب خود جز با لب یار با می تر نکنم. دل یکی یار یکی، سوز یکی، عشق یکی، بنده ی همتم و سجده به هر در نکنم. عاد کردم که دگر باده با ساغر نکنم، لب خود جز با لب یار با می تر نکنم. دل یکی یار یکی، سوز یکی، عشق یکی، بنده ی همتم و سجده به هر در نکنم. اگه بی وفا شوی رفیق نیمه را شوی، با کسی آشنا شوی میمیرم. اگه مرا جا بگذاری روی دل پا بگذاری، بوری تک و تنهایی بگذاری میمیرم. تو مرا خوار نکن، زار و بیمار نکن، عاشق دیوانه تا این همه آزار نکن. گله بسیار نکن،
روز مطار نکو جمله میخوام برم را دیگه تکرار نکو اگه بی وفا شدی رفیق نیمه را شدی با کسی آشنا شدی میمیرم میمیرم سات شکر رب جان ممنون گستا خیره مردم جان سپاس از آقای خلیل راغب واقعا بسیار مقبول شده زنده باشین دستتان درد نکنه عزیزان بیننده مهمانان نازنین جا داره که در این بخش از برنامه تشکر بی پایان بکنم از عزیزایی که مستقیما در تهیه و ترتیب و همکاریشان در این برنامه بود استاد حامد نوید وای جان افضلی سلیمان جان عزیزی و همچنان معروف جان شریف و افتخارشان کف بزنین واقعا همیشه همکاران هستن و دو کمپانی دیگری که در بخش تهیه برنامه برای ما همکار هستند کمپانی الگنس دیکور و همچنان والنتینوز پیزیریا که از اونام سپاس می‌کنم حال هنرمند را دعوت میکنم که مقبولیشان تعریف نمیکنم او خواستن آواز بسیار نازنین همیشه شخصیت دارن که و هر باره که همراهشون صحبت بکنین سرشار از محبت و لطف و مهربانی است هنرمند بسیار عزیز هنرمند که واقعا افتخار افغانستان است همیشه با آهنگای ناب گوشهای ما را نوازش دادن البته ما هم جای بسیار خوشی است که افتخار همکاری را با ایشان داشتیم در افغانستان زمان که آمده بودن اینا افغانستان محبت که ما از اینا دیدم تشویقی که اینا کردن در او زمان برای ما همه چیز بود لطفاً کف بزنین با افتخار هنرمند بسیار عزیز ما خانم هنگامه نازنین عزیزانم سلام علیکم نهایت خوشحال استم از اینکه در همچو برنامه برنامه‌ای که از استاد عزیز استاد خیال قدردانی میشه ما هم هستم با شما خب دوستای عزیز ما خواستم یک چند کلمه در نوشته کردیم به وصف آقای خیال استاد خیال به خوانش میگیرم خیال به مفهوم لغوی یعنی گمان تصور پندار رویا خیال کلمه است که بدونش شعر و موسیقی جلایش نخواهد داشت. اما خیال در موسیقی افغانی معنی بس بزرگی دارد. خیال یعنی استاد خیال. شخصی که هنر آفریده، استادی کرده، شاگرد تربیه نموده، خاطره ها آفریده و پایه های هنر موسیقی افغانستان را مستحکم نگهداری نموده است. استاد خیال یعنی سرمایه و برکت در موسیقی میهن. من شخصا به صفت یک هنرمند سابقه دار شما باید بگویم که آهنگهای استاد خیال عشق، زیبایی، محبت و سوز را در پرده های ساز ایجاد می نماید. آهنگهای مثل خاطر بی آرزو از رنج یار آسوده است، حال که دیوانه شدم می روی، بروید ای حریفان بکشید یار ما را او یک شب بارانی وقت هوای تو بسر می زند مرغ دلم بسینه پر می زد که هنرمند عزیزم و استاد گرامی با صدای مقبولشان استاد مهوشی را خواندن همیش در سینه سینه مردم ما نسل به نسل پا بر جا خواهد بود
من در برنامه هایم آهنگ های دلنشین استاد خیال را گرچه توسط هنرمندان موفق دیگر ما اجرا شده می خوانم، هم خودم و هم دوستداران موسیقی از آن لذت می برند. من افتخار دارم که استاد خیال بزرگ را که سرمایه موسیقی ما هستند با خود داریم و کارکردهایشان را جشن می گیریم و هنوز از ایشان در نگهداری موسیقی افغانستان به صفت یک استاد رهنمایی می جوییم. استاد خیال کامپوزیتور، آوازخوان و هنرمند چند بودی هستند که حضور ایشان گرمی ساز و سرود مایان می باشد. درود و طول عمر به استاد خیال عزیز. برای این مرد فرهنگ و هنر افغانستان یک کف بلند. تشکر. و در شروع آهنگی را که می خوانم آهنگ خاطر بی آرزو از رنج یار آسوده است. امیدوار هستم قبول خاطر شما شوم. من هم به نوبه خود از نوازنده‌های عزیز سلیمان جان و معروف جان عزیز، معروف جان شریف که واقعا شریف هستن، دوستشان دارم، نوازنده موفق کشور ما هستن، تشکر میکنم که امشب مرا همراهی میکنن و همچنان از ترای ویژن دوستایی که همکاری کردن و این برنامه را ترتیب دادن قلبا تشکر میکنم. تشکر ولی جان، من از خودم خواهش میکنم که پلیز در قسمت ارمونیا ولید جان که از ما دوست عزیز ما است و در ضمن برادر شوهر ما است. راستی محترم خیال صاحب، شوهرم وایز جان بسیار به شما سلام رسان، احترام آمد.
بخشید یار ما را با من آورید یک دم سنمی گریز پارا استاد خیال بود. آهنگی که حالا میخوانم ز سودای چشم که از زنده یاد استاد محمد هاشم است برتون میخوانم، امیدوار هستم قبولتان گردد. ز سودای چشم
تشکر. گرچه پیشتر ذکریا جان آهنگ تو جان منی دیگر چی خواهی خواندن، بسیار مقبول خواندن، ولی این آهنگ برتان بگویم که استاد عزیز ما اینجا هستن، حضور دارن، استاد مهوش ای را خواندن. من یک بار دیگر او را زمزمه میکنم به افتخار شما. امیدوار هستم قسمی که شاید و باید است یک زمزمی کوتاه برتان بکنم. تو جان منی دیگر چی خواهی؟ تو جان منی دیگر چی خواهی؟ جانان تو دیگر چی خواهی؟ تو جان منی دیگر چی خواهی؟ کافر نشوم اگر بگویم، کافر نشوم
نشوم اگر بگویم ایمان منی دیگر چی خواهی ایمان منی دیگر چی خواهی تو جان منی دیگر چی خواهی تشکر. آلی یک آهنگ است که ما نمیتو زیاد شده میره آهنگ سه تا گفته بودم. خب به هر ترتیب یک آهنگ است که ما ولی جان ایره خوانده بودیم، البته کمپوزش و شعرش کمپوزش از یک آستایش من گفته پیاتریش استاد گفته بایم از استاد محترم خواهش میکنم که شعر امی شعره که ما میخوانیم یک بار به خوانش بگیرن. تو به چشم من، تو به چشم من آن طلوی اولینی، آرزوی آخرینی، بهترین بهترینی. تو به شهر دل در سکوت جاودانه، در غروب بیکرانه آن فروغ واپسینی. تو به قلب من، تو به روح من، در نهاد من، در وجود من شعله عشقی، نور خورشیدی، آن شراب واپسینی که تو بحر من بهترینه بهترینی. من به یاد تو در سکوت شب، عشق تو در دل، نام تو بر لب، دیده بر راهم تا مگر آیی باز بر دو چشم من نشینی. که تو بحر من آن طلوی اولینی، آرزوی آخرینی، بهترینه بهترینه. آن طلوع اولینی، آرزوی آخرینی، بهترینه بهترینه. در سکوت جاودانه، در غروب بیکرانه آن فروغ واپسینی. تو با چشم من، چشم من آن طلوع اولینی، آرزوی آخرینی، بهترین بهترینی. تو با شهر دل در سکوت جاودانه، در غروب بیکرانه آن فروغ واپسینی. تو به چشم من افتخار ولی جان هم جان.
تو در دل نام تو من نشینی که تو بحری من آن طلوه همدینی آرزوی آخرینی بهترینه بهترینه بازم با افتخار خانم هنگامه و ولید سرور. امیال استاد حامد نوید بر ما گفتن که آقای احمد شای علم با اونا تماس گرفتن و امشب بر استاد تبریک گفتن. پایاموشان بر شما واسطه شد. عزیزان بیننده، دوستای نازنین، مهمانان گرامی، در این بخش از برنامه یکی از سرمایه موسیقی دیگر افغانستان را بر شما عزیزان دعوت میکنم. سالهای سال دستاوردهای فراوان در بخش موسیقی دارن، کارکردهای زیاده کردن، یکی از جمله کسایی هستند که واقعا افتخار همه ما هستند. با افتخار استاد مهوش بزرگ تا بر شما چند سخنرانی کنم. با عرض ادب و احترام خدمت همتان سلام عرض میکنم. من امروز نام من که مهوش است و من خدمتگار صادقانه و عاشقانه شما عزیزان و وطندارای عزیز من، افغانای نازنین من، جوانای
نازنین مقبول بچه های با افتخار افغانستان و همچنان دخترها همطور امروز که من خدمتگزار شما هستم همش از خداوند و از خیرات استاد بزرگوار استاد گرامی استاد خیال و افتخارش کف بزنین. من یک آدم گمنام بودم در ریاست کلتور و عیس تایپست کار میکدم، بسیار از زندگیم ناتوان در ماده و معنا ناتوان بودم. استاد بزرگ به اونجا معاون ریاست کلتور بودن، زمزمه را از اون مکتب که در مکتب بودم از مکتب نشدم تا صنف هفت مکتب و بسیار مشکل خواندم. کل همه پاور و گپ و سخن سرم این موسیقی بود که زمزمه را عادت داشتم. معلمام سرم قار می شد، مادرمام خدا ببخشه استاد قرآن عظیم و شان بودن به مکتب زرغونه. و دیگه از مکتب نشدم، آمدم بعد در وزارت خانه کار کردم، بازم رای فاروق عروسی کردم بر ریاست کلتور استاد. اونجا من کار میکردم، زمزمه کردم، یک بار متوجه شدم که استاد بزرگوار با پشت بیرون برای دخترک ها میخواندم برای هنرمندا و دوستای مینا، گفتن فریده یک زمزمه کو، تو خوب زمزمه میکنی، مقبول میخوانی. برشان یک آهنگ نظیر بیگم زمزمه کردم، دیدم که پشت سرم سیل کردم، چک چک شد، سیل کردم که استاد خیال. بسیار شرمیدم. استاد بعد از اینکه چاش بود وقت نان اینا خلا شد، پیاده آمد گفت که ما اون سبتر کار داره. رفتم استاد لطف کردن، گفتن که بیا فریده تو صدایت بسیار مشهوریدم، خوب است، بخوان. من گفتم مرا مادرم شان اینا میکشن دیگه که فاروق خبر نشه، خسور مینا بفهمه، خب من بسیار گپ من خراب میشه. گفت نی استاد، گفتن تو هم فاروق برای من بیار. وقت فاروق عسکر بود. خلاص فاروق آمد، خیال سه برش گفت که من ایرم سرش کار میکنم. و از اقتصاد ما بسیار پایین بود، امرو یک پیاله و یک چاینک زندگی میکردیم. خلاص استاد میدونی استاد محترم دست رحمت کشیدن سر ما، اولین آهنگ برام دادن. آهنگ ما گفت که بخون آهنگ، یک آهنگ یا داری بخون. خواندم آهنگ نظیر بیگم بود، فرصت کشمکش این دل بی قرار را. ما که میخوندم یک بار استاد گفت که فریده جان چی میکنی، بی لای میخونی؟ ما گفتم لای چی است؟ گفت که تال. گفت نمیتونی. خلاص اولین آهنگ برای ما داد، همه قدر سر ما زحمت کشید که راگ آهنگ ده پیلو و تالش چنچل که استاد میفهمن، شما همتون میفهمین که مشکل از تال چنچل بر اولین بار آدم بخونه. و او از رحمت پروردگار و از محبت شما و لطف استاد بزرگوار من اولین آهنگ خود ثبت کردم و نام مرا محوش ماند. و تا امروز من خدمتگزار شما هستم، ممنون و مشکور استاد خود هستم. درباره هنر استاد بزرگوار همه گفتن من عاجز از زبان مکه زیاد بگویم. این همه قمیگم که من یک ناتوانه. این استاد با پای استاد کرد و کمک کردم رای من خواندم. من شما تشکر میکنم، از استاد بزرگوار تشکر میکنم، دعا میکنم در حقتان استاد. شما هم از دعایتان مرا فراموش نکنین که من در خدمت شما باشم. سنم کس پرسان نمی کنم، ایشه یادتم است، سنم 70 سال است. من بسیار که خدمت خدمتگزار شما بسیار که باشم، شایدم اگر زنده باشم یک 4 سال 5 سال خود خواندم، باز به
میروانی با هم استیدا کوشش میکنم که به هر استیتی که افغان ما از بر شهر که است برون برشان یک جای کلان بگیرن بگویم فری برتان میخونم برشان بخونم و خداحافظی کنم فقط دعایتان کار دارم که در حق ما دعا کنین. تشکر. ما آمادگی زیاد ندارم. اولین آهنگی که استادم بر ما دادن امیره که گفتم تانه که آهنگ را پیلو از تالش چنچل شیرش روزگاری شد که گرد ما هوا نگرفته است دل پیام وصل او را از سبا نگرفته است. یک استایی یک انتریش میخوانم برای زی که شیرم پیش ما کتابچه نیست من نمیتونم بدون شیر فراموش میشه. فقط یک استایی یک انتره رو میخوانم. امید است که قبول خاطرتان شوه. تشکر. قربان سرتان شوم. دوستتان دارم. واقعا دوستتان دارم. قربان قدمایتان شوم. بزرگایی که اینجا هم هستن از قلبم بدون تملق با او خداوندی که آل ما و شما را نظاره میکنه خداوند میگه که از میجه چشمتان که من برای شما پیشتر هستم و خداوند میبینه با مو خداوند براتون قسم میخورم که وقتی میگم بزرگار پایایشان ماچ میکنم اونم تو دلم میخواه که اونم تو پایایتان ماچ کنم و جوانا را دستایشان رویایشان چوچگکار مخصوصا بچه های جوان و دخترای جوان خدا بسیار دوست دارم زیاد دوستشان دارم اما اولادای ما هستین شما امتان تشکر میروانی. آهنگ دیگه استاد خدا میخوانم. وقت هوای تو به سر میزند مرغ دلم به سینه پر میزند. تشکر. وقت هوای تو به سر میزند مرغ دلم به سینه پر میزند مرغ دلم به سینه پر میزند وقت میسر نشود دیدنت داغ ز هجر تو جگر میزند داغ ز هجر تو جگر میزند بیا بیا دیر نکو عاشق خود ز زندگی سیر نکو بیا بیا دیر نکو عاشق خود ز زندگی سیر نکو وقت هوای تو بسر میزند مرغ دلم بسینه پر میزند مرغ دلم بسینه پر میزند Oh.
رقص هجری تو جگر میزند. بیا بیا دیر نکن عاشق خود زندگی سیر نکن. بیا بیا دیر نکن عاشق خود زندگی سیر نکن. وقت هوای تو بسر میزند مرغ دلم بسی بسیار تشکر. تشکر. تشکر مهمانان عزیز، حال در این بخش از برنامه جایزه را که کمپانی ترایویژن و تلویزیون توتی در نظر گرفته برای استاد محترم استاد خیال پیشکشان می نماییم. البته در این بخش از هنرمندای عزیزی که نام می برم لطف کنن روی استیج بیان. استاد مهوش نازنین اینجا هستن، خانم هنگامه لطفا روی استیج بیان، آقای جمال ماسومی یکی از هنرمندای بسیار عزیز ما هستند، با افتخارشان کف بزنین. آقای خلیل راغب لطف کنین پلزم دوباره بین بزامت هم شدین. ولی جان سرور، فیصل جان خیال، استاد حامد نوید، زکریا جان ثانی، ولی جان اشباری، کنام سالهای زیاد در بخش هنر خدمت کردن، آرزو داریم که روی استیج بیان. و مهمانان عزیز، برای تقدیم جایزه به استاد بزرگوار از محترم ابراهیم لطفی بنیانگذار کمپانی ترایویژن و تلویزیون توتی تازه و عمل می آوریم تا روی استیج بیان و جایزه را خدمت استاد تقدیم کنند. و حال با افتخار استاد بزرگوار استاد حفیظ الله خیال. از سلیمان جان لطفی رئیس عامل ترایویژن و همچنان تلویزیون توتی تقاضا میکنیم تا جایزه رو روی استیج بیارن و با استاد تقدیم نمایند. خوشحال هستم که نوشته پولو دا پولوی که کردیم بسیار خلاص گفتیم، بخاطر که من میفهمم که در یک مجمع بسیار گپایی بود که دو روز من خیال میکردم که یک نوشته کنم، مقاله کلان نوشته کنم، هرقدر فکر میکردم من نمیتونستم خدا بیافم. از این خاطر کلمه پولو دا پولو امید است که کمبوچای مانای مجلس ما را رفع کرده بتانم. راز دل ما را ز دل ساز بپرسید، راز دل ما را ز دل ساز بپرسید، رازم همه در پرده ساز آمده امشب. هنرمندان عالی قدر، هنردوستان و میهمانان عزیز، تجلیل و گردمایی امشب نشانه از قدر دانی و خدمات ارزنده استاد گرامی خیال، آهنگساز، آوازخوان و موسیقیدان مجرب افغانستان می باشد که تجلیل آن از طرف تلویزیون جهانی
و جوان توتی بخش از شعبات بین المللی ترایویژن ترتیب گردیده و تیم کاری تلویزیون توتی افتخار برگزاری آن را به استاد خیال عزیز تبریک می گوید. متشکر میکنم شما. هموطنان بسیار عزیز و گرامی، برای من جای بسیار افتخار است که اول امشب ما شما را از نزدیک ببینم و دومی که امیدواری ها پیدا میشه که انسان ها و شعبات موجود است که از زحمات کسایی که در قید حیات است از او قدردانی میکنن. در یک مصاحبه خود من گفته بودم که به زندگانی من کس نکرد یاد از من، به زندگانی من کس نکرد یاد از من، ز بعد مرگ مرا زنده یاد میخوانند. از این لحاظ از تمام شما که اینجا جمع شدین و زحمت کشیدین و همچنان از رهبرا و دستندرکاران تلویزیون توتی و که اقدر لطف کردن که همین وسیله از ایر محیا ساختن که ما هموطنان خود از نزدیک ببینیم، این بزرگترین افتخار است و من امیدوار هستم که حیاتم قدر موقع بده که یک بار دیگه هم با شما از نزدیک ملاقات کنم. شهر خوش برتون. خب چقدر خوب است که یک عکس یادگاری با استاد نازنین داشته باشیم و تقاضا میکنم از سلیمان جان لطفی، ارسلان جان، کامران جان و تبسم جان لطفی که روی استیج بیان و شامل یک عکس یادگاری با جمع از هنرمندای نازنین باشن. خب جا داره که از خانم استاد هم دعوت کنیم، چون جای افتخار است. میگن که اگر خانم آدم با ما و یا با استاد خوب نهی بودن فکر نمی کردم که اینقدر کار کردم. میتونست بیننده‌های عزیز تلویزیون توتی، حضار محترم در محفل، با سپاس به پایان از هنرمندای بسیار نازنین که لطف کردن روی استیج آمدن، تشریف آوردن، زحمت فراوان کشیدن تا باشد برنامه خوب را ما تقدیم حضور همه تان داشته باشیم. حال از استاد خیال، استاد حفیظ الله خیال دعوت میکنیم تا چند آهنگ برای شما عزیزان بسرایت. بسیار عزیز و گرامی، تا حال شما بسیار آهنگای خوب از خواننده‌های خوب و شناخته شده کشور شنیدین. دیگه حال بر از اینکه چونی شب به مو افتخار ما یا به چی ترتیب شده یک چند آهنگ خدمت شما تقدیم میکنم. البته کوشش میکنم چیزکای نو باشه، اگر چیزای سابق هم شما چیز رو میخواستین میتونین که فرمایش بکنین. شروع میکنیم به اجازه شما. میکرد
با دلم دو شو سر زلف تو بازی میکر خواجه با بندی خود بند نوازی بسیار شنیدیم اما من تصادفاً یک تصنیف شیافتم که او را تازه هم ساختیم برش و امیدوار استم که خوشتون به نامش است شم لرزان من شم لرزانم از شب گریزانم من شم از شب گریزانم که از خام فزون گرده تاب و تب من که از خام فزون گرده تاب و تب من وای از شب من
وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. چون شب فراز آید اندیشه ساز آید، چون شب فراز آید اندیشه ساز آید. آید زدنایی جان بر لب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. از راحت جدا شوم با مرغ شبم نوا شوم، شب از راحت جدا شوم با مرغ شبم نوا شوم. از بینوایی، از بینوایی جویم با می خانه شب، جویم با می خانه شب، تا جره نوشم از لب، تا جره شام از لب. وای از شب من، نوشین لب من، وای از شب من، وای از شب من. من شام لرزانم از شب گریزانم، من شام لرزانم از شب گریزانم. آید زدنایی جان بر لب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. مشگانی تو با هم جنگ، مشگانی تو با هم جنگ،
گشت چشم و مشگان تو با هم جنگ مشگان تو با هم جنگ داشت دوش یاران محفل ما رنگ محفل ما رنگ داشت جام در کف یارشو خوشنگ یارشو خوشنگ رسم یک رنگی برفت از جهان رسم یک رنگی برفت از جهان هر کی را دیدم چندین رنگ دیدم چندین رنگ داشت هر کی را دیدم چندین رنگ دیدم چندین رنگ داشت دوش یاران محفل ما رنگ محفل ما رنگ داشت جام در کف یارشو خوشنگ یارشو خوشنگ داشت وقت هوای میگه پیشتر مواش جان خان دیگه او رو میگنی تو هم بخوان خیر دیگه چون کمپوزایی بود که وقت ساخته بودم اولش مواش خان وقت هوایی تو بسر میزند مرغ دلم بسینا پر میزند مرغ دلم بسینا پر میزند وقت میسر نشود دیدند داغ زجری تو جگر میزنم داغ زجری تو جگر میزنم بیا بیا دیر نکن عاشق خود زندگی سیر نکن بیا بیا دیر نکن عاشق خود زندگی سیر دل بر صدا کرده ای دل ای دل ببین بختت چیا کرده ای دل ای دل چی کردی تا به این دولت رسیدی کی در حقت دعا کرده ای دل کی در حقت دعا کرده ای دل ای دل ای دل ای دل وقت هوایی تو بسر میزند مرغ دلم بسینه پر میزند مرغ دلم بسینه پر میزند وقت میسر نشود دیدنه
داغز جیت تو جگر میزنم، داغز جیت تو جگر میزنم. مرنج از من نیارم دل من، نمیخوای مده کام دل من. گناهم چیست غیر از این که گفتم، بود زلف کجر دام دل من، جام دل من بود زلف کجر دام دل من، دام دل من. وقت هوای تو بسر میزنم، مرغ دلم بسینه پر میزنم، مرغ دلم بسینه پر میزنم. وقت میسر نشود دیدنت، داغ زجری تو جگر میزنم، داغ زجری تو جگر میزنم. سر میبخشم سجده، شاید توانایی های سابق نباشد اما کم مال کرده بشه. مهمانان عزیز، بازم لطف کنید به افتخار استاد بزرگوار کف محکم بزنین، واقعا جای افتخار هستند. بیننده های عزیز تلویزیون توتی، حضار محترم در محفل، این بود شب گرامی داشت از کارکردها و دستاوردهای استاد عفیزالله خیال. آرزو دارم که برنامه ما طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا دیدار آینده، تا برنامه آینده، تمام شما عزیزان را والله پاک و بی‌همتا می‌سپارم. همیشه در زندگی کامیاب و سرفراز باشید.